با نام و یاد خدا، با عرض سلام خدمت بینندگان عزیز، بینندگان مهربون و دوست داشتنی. همیشه گفتم هر جای کره زمین دارین زندگی میکنین، شاد باشید، سلامت باشید. میدونم که الان نشستین بی صبرانه منتظر کوچه خاطره ها هستید. بله، امروز هم در خدمت یکی دیگه از پیشکسوت های سینما هستیم. پیشکسوتی که اگر این پیشکسوتی که دارم حالا بعد از دیدن یه برنامه حتما آماده میشن میان جلوی دوربین، چهره آشنای سینما هست، همه شما به خوبی میشناسین. اینه میخوام بگم که اگر اینها نبودن، مطمئن باشین هنرمندای مورد علاقتون مثل فردین شادروان، مثل بهروز وثوقی، مثل ناصر ملکوتی، اینا به اون اوج و به اون ستاره سینما نمیشدن. حالا میریم یه برنامه میبینیم، برمیگردیم ببینید که من درست گفتم. بله عزیزان، ملاحظه میفرمایید، جناب آقای رفی مددکار، من سلام عرض میکنم خدمت شما استاد عزیز. برو شما برم، خیلی خوش اومدی. منم سلام عرض میکنم خدمت همکارهای خوبم و تماشاتی های عزیز که ما را تا حالا تحمل کردم، متشکرم. زنده باشین، درود بر شما. جناب آقای رفی، این سریال کوچه خاطره ها الان سالهاست داره پخش میشه. بله. به صورت سریالیه، برمیگرده به دوران کودکی شما، بعد برمیگرده به نوجوانی شما، بعد برمیگرده به محله قدیمی شما، چرا که کوچه خاطره ها نام داره. آقای رفی کجا به دنیا اومدن؟ اصالتاً بچه کجاست؟ من تو آذربایجان شوروی به دنیا اومدم. یک ساله بودم، پدرم اهل طرفای اردبیل بوده. بله. ما رو برداشت آورد، همه خواهر و برادر آورد تو اون شهرستانی که پدرم زندگی میکرد. کدوم شهر؟ زیر پای کوه سوالانه به اسم آلواس، اون ور سر اینه. بله بله. تقریبا 9 ساله 10 ساله بودم، یه برنامه برای پدرم پیش اومد، اومد تهران. این یه قصه خیلی قشنگه، نمیشه اینجا تعریف کرد. اومد تهران و بالاخره 1000 تومان فرستاد، 2 تومان آورد تهران، 1000 تومان فرستاد، 2 تومان آورد تهران. همه بچه ها رو پدرم جمع کرد دوباره تهران. اومدیم که تهران، همه میدان امام حسین بوده، اسم قبلش میدان فوزیه بوده. همین امام حسین، خیابون شهرستانی. خب عذرخواهی میکنم، خواهش ما اومدن خانوادگی شما رو تا میدون امام حسین نگر میداریم. بله. که راجبش سوال. بله. دارم. خب این از اومدن شما از باکو به تهران. خب از باکو به سرین، بعد از سرین تهران. بله. میخواییم الان شناسنامه شما رو ورق بزنیم. بله. میخواییم ببینیم که چون اسمت خیلی قشنگه، اسم واقعا قشنگه. بله. رفی مددکار. من با حالا دوست دارین رفی صدات کنم یا مددکار؟ همین اسم کوچیک همونست که من کوچیک همه ملتم. شما تاج سری، شما تاج سری، شما اینقدر محبوب هستید برعکس فیلم ها که همیشه ماشاءالله اون خشونت رو داشتی و اون بزن بزن رو داشتید. خب الان شما حضور ذهن دارین متولد چه سالی هستین؟ بله. چه سال؟ 1314. 1314. چند سال؟ 3 اسفند. اسفند 80. خب اینم تاریخ تولد شما. بله. درست. صفحه دوم شما ازدواج کردین. بله. ازدواجتون تو صفحه دوم نوشته شده. بله. حاصل ازدواجتون چیه؟ من الان بزرگترم، بچه‌ام 50 خورده سالشه. بخواه اون چند تا بچه دارین؟ من 7 تا بچه دارم. 7 تا. چند تا دختر، چند تا پسر؟ 4 تا دختر دارم، 3 تا پسر دارم، 20 تا هم نوه دارم. ماشاءالله. نتیجه هم دارم. آقا تو رو خدا بزنیم به تخته، بزن این تخته است. می‌زنیم به تخته، اصلاً بهتون نمیاد. متشکرم. حالا اینو شوخی نمی‌کنیم.
نه والا حقیقت گفتم. خب سه تا پسر تو زندگی من دروغ نیست. بله به من که ثابت شد. سه تا پسر. بله چهار تا دختر. بله 20 تا نوه. یک از نوام که بالاخره مجد. همه دنیا فهمیدن یه نامرد با چاقو همونجوری زد تو قلبش و تمامش. بله راجب اونم حتما صحبت می‌کنیم. بله. خب انشالله که زنده باشن سلامت باشن. زنده باشن. همچنان اول سایه خدا دوم سایه شما از سر اینا کم نشه، چون همینطور که واقعا افتخار یک ملت هستی، اینقدر مردم ایران دوستت دارن، افتخار میکنم به وجود شما، حتما فرزندهای شما نوه های شما بعد از اینم به وجود شما افتخار خواهند. متشکرم. ما هر کاری کردیم برای ملت کردیم، همه جوان ما زندگی ما برای ملت گذاشتم، مدیون بچه هام هستم، چون بچه هامو نتونستم به جایی برسم، همش حواسم به اون بود. بله خب همون چرا ماشاءالله همشون سر سامون گرفتن، همشون صاحب زندگی هستن، همشون فرزند دارن، انشالله که همشون خوشبخت. ما آرزوی سلامتی داریم براشون. خب بس از شناسنامت خارج میشیم، اومدین میدون امام حسین چند ساله بودی؟ تقریبا 10-11 سالم بود. بله 11 سال. بله اومدی میدون امام حسین. بله بعد از کنم به اتفاق خانواده دیگه. بله دیگه پدرم از کردم همجوری دونه دونه ما رو جمع کرد. بله. پدرم هم 14 تا بچه داشت، 9 تا پسر قدیم اونجوری 5 تا دختر. بله ولی همجوری دونه دونه ما رو جمع کرد تهران. بله تا تهران اومد ما مستاجر بودم همون تو خیابون شهرستانی، بعد این همه مفتوات به وجود اومد. مفتابات کجا بود؟ همین محل اینجا رو میگفتن مفتابات. مفتابات میگفتن. بعدا ملت ریختن و زمان مصدق بود. بس. گرفتن و ساختن. داداش من اومد یه جاری گرفت و اومدم تو این همین صفا. بس. تو صفا موندگار شدیم، هنوزم تو صفایی. خودتونم با صفا نوکارتون. خودتونم با صفایی. خیلی خوب. پس حالا که خیلی با صفا هستید میریم یکی از کارهای خوب شما رو میبینیم، برمیگردیم باز در خدمت شما هستیم. بله دیدیم و برگشتیم. ماشاءالله چقدر با انرژی. این مشتایی که میزدی اینا، یا مثلا یقره میگیری میزنی، اینا چجوریه؟ جدی که نیست. نه خیلی جدی نیست، یک از مشتا تو صورت از جبه تمام دندوناش میریزه دیگه. بله ولی حالا یه چند تا سوال دارم از خدمتتون در رابطه با خانواده، بعد میریم سراغ کارهای سینمایی شما. در خدمت شما جناب آقای رفی. البته اینی که میگم من میدونم برخورد شما با خانواده رو، ولی یه سری از بینندگان هستن که خب حالا تازه به جوونا، تازه به دوران رسیده فلان اینا، زیاد آشنایی با این قضیه ندارن. شما بچه هاتون هم وارد سینما شدن، بازیگر شدن، یا مثلا اصلا نه حالا سینما، هنرمند، حالا یا نوازنده یا خواننده یا بازیگر شدن، یا نه هر کسی رفت پی شغل خود؟ نه خیر هیچ کدوم. هیچ کدومشون. پسرم علاقه داشتن بیان بازیگر بشن، اون موقع مثلا زن نگرفت بودن، جوان بودن، خوشتیپ بودن، من راضی نشدم نذاشتم بیان. بله خب بس نشدن، اجازه نداد. هیچ هنری نرفتن، بالاخره اومدن تو زندگی خودشون. بالاخره خب چطور شد که خانواده شما، مثلا پدر گلتون حالا روحشون شاد باشه، مادرتون در قید حیات نیستن که روحشون شاد باشه، اینا با شما مخالفت نکرد؟ چون اون موقع خیلی سخت میگرفتن به سینما. نه اصلا هیچ که دخالت تو کار من نکرد که نکنیم کار را بکنیم. نشد. مثال تشویق میکنن شما رو، شما میری مثلا یه چند ماه میری مثلا کردستان برای یه فیلم فلان، حالا اسم یادم نیست که ببرم، یا میری شیراز مثلا. این خانواده هستن که تحمل کردن دوری شما رو. خب موقع موبایل نبود که هر دقیقه زنگ بابا چطوری، بابا کجایی، بابا فلان نبود، درسته؟ بس اینا تشویق کردن که شما به اینجا برسین. زن بچه من تو کار من ایشون خود دخالت نکردن. بله من چه فیلم داری یا چه مسافرت، فقط گفتم یه چند روز نیستن. شیش ماه نیستن، یه ماه نیستن. حرفی نزدن. چرا نیستن؟ خب اینم یه نوع تشویق دیگه، اینم یه نوع حمایت شما دیگه. تشکر کردم از آشون که بلقدر دخالت نکردم. بعد جا داره جلوی دوربین کوچه خاطره ها تشکر کنیم از خانواده جناب آقای رفیق، که واقعا اینقدر یعنی همه هنرمندا فرق نمیکنه، وقتی 6 ماه میره خانواده میمونه، این خودش یه نوع بزرگترین تشویقه که صبر میکنن، طاقت دارن. تشکر و قدردانی میکنیم از خانواده آقای رفی. خب
تا چند سالگی تو میدون فرمودین، البته فوزیه بود دیگه، حالا بله شده میدون بله فوزیه، بله چند سالگی ازدواج کردین؟ 22 سالم بودم. 22 سالتون بود. خانمتون همشهری بود یا از تهران؟ نه خیر، تو تهران دنیا آمده، ولی اونم آذریه. آذری زمان بله. هستم مثل خودمون. بله بله، انشالله که زنده باشن. بعد چجوری پات به سینما باز شد؟ حالا از خانواده میایم بیرون، میخوایم بریم وارد سینما بشیم. بله. چطور شد که به سینما را پیدا کرد؟ من ورزش میکردم. بله. هیکل خوبی داشتم، کشتی کج و زیبایی کار میکردم. کشتی کج، زیبایی. بعد همه میدون فوزیه صندوق نسوز میساختم. بله. آهنگر میکردم، صندوق نسوز میساختم. صندوق نسوز کدوم همین چیزا دیگاه صندوق ها دیگه. بله. شغل اولم اون بوده. من میمدم تو سرمونه، چون جوان بودم 22 سالم و 22 سالم، میمدم هیکلم خوب بود با یه رکابی، چه زمستون چه تابستون با یه رکاب بودم، سرما مرما معلوم نبود. بعد میمدم خودم نگاه میکردم، میمدم کنم نهار میخوردم، برمیگشتم سر کار، دیدم دو نفر نشستن دارن اصلاح میکنم، به هم دیگه اشاره کردن، لبخند زدم، من یه مقدار ناراحت شدم، گفتم منو مسخره کردن. بعد یکی برگشت گفت که آقا ماشاءالله هیکلت قشنگه، تیپت قشنگه. چون خندیده بودن من ناراحت شده بودم، گفتم به شما مربوط نیست. سلمونی عباس آقا گفت که آقا رفی بگه اینا رو نمیشناسی. گفتم هر کی که هست. گفت ایشون آقای رضا فاضلیه، ایشون هم آقای حسن شاهین ها، جفتشون آن حرفشن بازیگرن. بعد فاضلی برگشت من گفت عزیزم قربونت برم، تو داداش منی، عزیز منی، چرا ناراحت میشی؟ ماشاءالله هیکلت قشنگه، تیپت قشنگه. یه مقدار ساکت شدم. بعد صحبت کرد، گفت ما یه فیلم داریم، میخوام بریم مسافرت، اگه دوست داری من ببرمت. گفتم فیلم رستم و سهراب، اومدن از باشگاه منو بردن تا صبح پشتون، یه نصف ساندویچ به ما دادن، تا صبح لرزیدیم این لخت نیزه و سپر دستمون، تا صبح موندم زمستونه. اینجوری شد من ول کردم دیگه نرفتم سینما. گفت نه الان من با هواپیما رفتم با من میام، پیاده رفتم با من میام، هتل خوابیدم با منی، یه پولی هم بهت میدم. آقای فاضلی بود. آقای فاضلی ایشون من رو برد سینما. بعد برد پیش کار یادم فضا آدرس داد، من رفتم. اول فیلمم با آقای فردن و رضا فاضلی بود که جهنم زیر پای من جهنم. کارگردانش هم رضا صفایی بود. بله. رفتم سرندج. بله بله. خب جا داره ما هر چقدر که جلو میریم این دوستان رو که شما اسم میبرین، جناب آقای رضا صفایی کارگردان بزرگ بله. ایران اومدن کوچه خاطره ها، نمیدونم دیدین پخششو بله. اومدن تو کوچه خاطره ها. جا داره که اینجا سلامی عرض کنیم خدمتشون، چرا یکی از کارگردان های خیلی پرکار بود. خیلی نه روز فیلم ساخت. آره نه روز. من اینطور که شنیدم از خود هنرمندا شنیدم، آقای سالی هم شاهد هستن، میگفت به رفته شیراز فیلم بسازه، یهو یادش میاد که دفترچه مثلا فیلم تو جیبش جا مونده، برمیگرده تهران تو چند روز یه فیلم میسازه، اون کتو با اون دفترچه برمیداره، برمیگرده فیلم دومشو تموم میکنه. بله. حقیقت داره. همینطوره. خیلی خوب. آقای رضا صفایی سلام عرض میکنیم خدمت شما که ستاره همچین رفی رو معرفی کردی به سینما. البته معرف شما آقای رضا فاضلی بله. بودن و بله. کارگردان. منم سلام عرض میکنم حضور آقای صفایی. صفایی خیلی هم با صفا هستم. بله. میدونی خیلی انسان خوبی. الان یه خود کسانت دارم. بله. باش تلفن صحبت کردم. بله. زنده باشین ان شاء الله. خب اگه اجازه بدید خستت نکنیم بریم یکی از کارهای زیبای شما رو ببینیم، برگردیم باز در خدمت شما هستیم. بله دیدیم برگشتیم، باز یکی از کارهای زیبای شما رو. جناب آقای رفی این سینما نمیدونم حالا در اصل باید شغل دوم باشه، که شما شغل اولتون رو فرمودین که آهنگری بوده بله. و بعد اومدین سینما. بله خب بله. از اول البته یه کار فرمودین که خوشم نایمد و نمیدونم نیزه دستم بله. بود و لرزیدم و دیگه نمیخواستم برم. بله. باز توسط آقای فاضلی دعوت شدین و این نقش منفی رو، البته نقش منفی یک و دو سه اینا داریم دیگه، درسته؟ بله درست. بیشتر نقش شما نقش منفی یک بوده. منفی بیشتر نقش منفی اول بوده. بله. نقش اول. بله. همون یک اول بله. نقش اول. خب
خودتون انتخاب کردین یا دیگران اینو به شما انتخاب کردن؟ چون چهره شما، عذرخواهی میکنم این سوالم تموم شد بچه‌ها، چهره شما الان در آستانه 80 سالگی، اینم با اینم باز تعارف نمیکنم، دور از حالا بگم مثلا ما با هم رفیق هستیم مثلا، متشکرم شما واقعا چهره زیبایی دارید. شما میتونستین نقش اولام بگیرین؟ بله. چون چی انتخاب کردین نقش به شما؟ کارگردانم سنان انتخاب میکنم، ولی کار سینما ایران ما یه شکلیه که یه نفر میاد نقش یه دکتر بازی میکنم، میخوام تو همه فیلم هم با اون نقش دکتر بدن، بدن. یا منفی بازی کرده میخوام همش منفی بدن ده. یا مثبت بازی بود، از روز اول هم اینجا نوشته شد منفی ده. منفی موندم، یه چند تا فیلم مثبت کار کردم ده. من حتی تماشاچی رو دیدم که موقعی که من تیر خوردم و مردم دورج. بعد دیدم دارن گریه میکنن اه. ولی فیلم همه گنج بارون که من آقای فرزند زده خورد کردم افتادم زمین، اومد آقای فرزند بالا سر من رد بشه، خانمایی که چادر مشکی جلوم نشد میگو پاتو بذار سر پدر سخته، پاش له کن، سرش له کن، لازی کرد. من فیلم شکلیه، مصفت اون شکلیه، فیلم آسیب من دیدم جران گریه میکنم برای من تیر خوردم، فیلم آسیب واقعی ناصر ملک بودم، مثبت بودم فیلم دادم، همجور مثبت بودم، یه چند تا فیلم شش هفت تا مثبت بوده، بقیش هم منفی بوده، منفی اول من نبوده. بله. خب ببینید آقای رفیع، اگر شما اون صحنه رو بازی نمیکردی که بیننده مثلا مخاطب شما حتی با صدای بلند میگه سر پاتو بذار رو سرش، بله، رد شو، بله، فردین به اون محبوبیت میرسید؟ نه نمیرسید. خب. اصولا همه بازیگرامون همونجه، یه نفر چیکار میتونه بکنه؟ بله. الان شما هستین که از من سوال میکنه جواب میده. بله. من نبودم یا شما نبودم با کی صحبت میکردم؟ اینجوریه. بله. بده بسونه اون میشه مثبت، من میشم منفی. بله. خب این منفیه که مثبت رو میسازه دیگه. بله. اصولا تو تمام دنیا منفی بله. حرف اول میزنه. بله. سخت‌تر از تمام کاراست. بله 100%. بله. همون که میگم مشتهایی که پرت میکنی مثلا بله. ستاره سینما، کافی یکی از اون مشتهایی که میزنی جدی باشه، خدای نکرده به چشمش آسیب برسه، سرمایه میخواد. اجازه میدین من یه جمله رو خواهش کنم خدمت شما. بفرمایید. فیلم الماس سیاسی بود، آقای فیروز اومد گفتن که از این رو پلا دو طبقه بود، دکور دو طبقه بود، از رو پلا مرش بخوره میفته، چادر براش گرفتن، برزن گرفتن، بله، افتاد پایین، تازه کرده. من گفتم برزن، چون بچه های سینما هندونو گذاشته بودن زیر بغل ما دوتا، درست. اون میگو من انجا میخوام، من گفتم از اون بالا میپرم. بعد یه شیشه بود اینجوری 7-8، بله، شیشه رنگی بود بالا، درست، دیگه از اتاق حسین گیل اینجا میگرف، اینجا میگرف، حسن شاهن اینور من گرف، 1-2-3 ول کردن، من شیشه را سلاح کنم بیم بیرون، پا من تو این هفته گیر کرد، آبزون شدم. بچه. گفتم شما شل ول کردم، چشیدم بالا خودم و دیگه جلو میمیدیدم که از اینجا بیام، اونجا یه میز گذاشتم، از اینجا شیزه اومدم رو اون میزه ترکه ده، موزاکم زمین ترک خود، من اومدم رو زمین. سخت‌ترین کارا رو ما کردیم. بله میدونم. بله. اینجوری بوده. بله. تو ایران کسانی که تو سینما منفی بوده 10-11 بیشتر نبودم اون موقع. الان 400 تا 500 تا. تازه کردی. 10 تا بودم سینما رو می‌گردوندم. بله. من به قرآن مجید به سلام علیک هستم کارگردان چهارم رو رد می‌کردم. دو روز با شما، دو روز با اون آقا، دو روز با یکی دیگه کار میکردن. بله. تو بیشتر فیلم ها من فکر میکنم از هر 10 فیلمی که تو ایران ساخته میشد تو 8 شما بازی کردن. بله. تو 8 شما بازی همینطور با همه ستاره ها بازی کردن. بله. آقای ناصر ملک مودی، من همیشه میگم تاریخ سینمای ایران. بله. آقای بهروز وثوقی مثل اسطوره سینمای ایران. بله. شادروان، فردین، با همه ستاره ها شما بازی کردید. بله. با همین. خب بله. آقای بهروز اولین فیلمش با من بود، فیلم هاشم خان. هاشم خان رفتم آبادان، تقیب گروز بود، از آبادان احواز خورم شد، همینجور اسوان رو میرسید به جارجورت همون تهران که اونجا اصلا ایشون رو نمیشناختم، منو یدره میشناختم، میامدن از ما امضا میگفتن، حتی یه آقای بود تو دریا کاواره داشت، اومد ما رو دعوت کرد، گفتم این آقا رو ما میاره، آقای وثوقی، گفت چیه من نمیشناسم، اولین فیلمش، اولین فیلمش، گفتم که این نقش اول فیلممونه،
رفیقمونه. گفت بس شما میگین بیا. دعوت شدیم رفتم اونجا. بله اول فیلمم با بهروز بود. یه کار سختی هم با آقای بهروز کردم که یه نوردونه بود از اینجا تو منطقه. به بهروز گفتم این نوردون وسط شوند از گردن من بچرخون، من با این نوردون کله میشم از اون بالا از اون ور بیام پایین. این زورش به من نرسه، نتونست. منم چیزام کم بود، رفتم اون بالا، نوردون اینجوری موند. درست. من گردنم وسط این نوردون اینجوری شد، نظر بود بشکنه. اون فرزیری که من داشتم خودم از نوردون کشیدم پایین، افتادم پایین. درست. اینو آمریکایی‌ها دیده بودن، گفته بودن دیوانه هست، هم فیلم قهرمان ها که با اوسوا ویتمن اینا بازی کردن. همین فیلم من انتخاب کردن که گفتن اینا استفان لی گفت بیاد. رفی ماندگاری تو سینما از دو بود میخوام ازتون سوال کنم. خواهش. از دو زاویه. یکی این که شما رو اون مبلغ پولی که آقای فاضلی به شما پیشنهاد داد دست پاتون رو تو سینما بست، یا اون پرده نقره‌ای که اول رفتیم برای دفعه اول خودت رو پرده نقره‌ای دیدی، کدوم یکی شما رو تا امروز نگه داشت؟ هیچ کدوم اینا نبود. من اومدم بعد فیلم تو خیابون گفتن ای فلان فلان این کشیده شد، من به سینما کشیده شدم. بس مردم دیدم منو گفتن ای نه من آقاس این نه من آقاس این بیشتر منو کشوند به سینما. من این صد خورده فیلمی که بازی کردم جناب آقای موسوی، من اگه جمع بزنم 400 هزار تومان پول نگرفتم این صد خورده فیلمو. علاقه داشتم، زندگیم و جوانم و روزی بچه هم رو گذاشتم تو کار سینما. البته کدوم 400 هزار تومن اون موقع؟ نه کلش جمع بکنم 400 هزار تومن. اون موقع 400 هزار تومن پول زیادی؟ نه 400 هزار تومن الان تا الان خاله. تا الان 5000 2000 3000 بود. بعضی هم نمیدادم، میمدم گفتن نزول کردیم، خواهش میکنم تو مرد مشتی هستی بندونم میذاشتم گفتم باشه میام کار میکنم. بله قابل توجه. آقای صالحی هی میخواد بره هنرپیشه بشه. آقای ناصر ملک مطیعی گفت شما شکل فردین هستی. صورت چه اینجوری کرد؟ گفت شما شکل خدا بیامرز فردین هستی. بیاسی میگم نرو سینما فایل. سینما خیلی بیرحمه. سینما خیلی بیرحمه. خب اینو به خاطر اون جوانانی میگم که میان دو روزه خسته میشن برمیگردن، ولی آقای رفیع فعلا وایساده همجوری رو پای خودش 80 سالش ماشاءالله ماشاءالله هزار ماشاءالله بزنم به تخته. هنوزم که هنوزه هر زمانی دعوت به سینما بشین کار میکنین دیگه، خداحافظی که نکردین. من بعد انقلاب 16 تا کار کردم. بعد دیگه کار نکردم. خب حالا بعد انقلاب نرسیدیم. حالا آقای میرباقری هم برای این سریالش منو خواست. برای کدوم سریال؟ مختار. بله خواست. گفتم من کار نمیکنم. گفت کاراتی دیدم آقای جیرمارم ما رو زیاد تحویل گرفت، بهش معرفی کرد. بعدا از کنم خدمت شما، گفت شما با مختار هستن تا آخر فیلم، تا آخر فیلم ریش بذار. گفتم بس من یه هفته ریش میذارم میام خدمت شما. اوکی شد، بیار رو کاغذ من چش ریشم رو دستن میزنم. بعد یه هفته ریش گذاشته بودم، رفتم دفتر دیدم اینا رفتن سر صحنه فیلم مرداری. رفتن اونجا و من سوال کردم، گفتن یه چند روز اونجا گیرن. نمیدونم اومدم ریشم رو زدم دیگه نرفت. دیگه نرفتم. بعد اونم هر که خواست منو زنگ زد، خواست اومد حتی خانه هنرمندا نشستم صحبت کردم قصه رو تعریف کرد. من قبول نکردم دیگه. آقای رفیع کم حوصله است یا خیلی صبر و حوصله داره؟ حوصله دارم که موندگار شدم تو سینما دیگه. خب بگنه عصبه بودم که نمیموندم که. آقای رفیع محبوبه یا مشهوره؟ والا نمیتونم ایش کدومشو به زبون بیارم چیزی رو بگم. مردم از اول بذارم در اختیار شما. زنده باشین. مردم شما رو محبوب میدونن تا مشهور، چون واقعا محبوب مردم هستین. انقدر درک مردم ایران بالاست، میدونن که اگر یه نفر منفی نباشه هیچ مثبتی وجود نداره. این منفیه که نگر میداره. جناب موسی من تو خیابون راه میرم، این جمله مال اینه که شما فرمودید. من تو خیابون راه میرم و آقایونی که سندش به من میخوره و فیلم ها رو دیده میاد من رو بغل میکنه، همدیگر رو ماس میکنیم، میگه فیلم های شما ها تو فیلم خانواده ما
عتیقه شده. شما یادگار آقای فردینین. این جمله ها رو به من میگم، من فقط دلخوشمونه. بله. غیر از اون دیگه دلخوشی ندارم که. باز بعد چند سال، 50 43 بوده رستم سهراب، هنوز نمیگم. رستم سهراب جلوتر بوده. 43 بوده وارد سینما شدم، جهنم زیر پای من مال 43. سال 43. نیم قرن و فلان. بله. اوج چیز محبوبیت شما، من نمیخوام از کلمه محبوبیت و فلان، اوج کار شما کی بوده؟ چه سالی بوده؟ یادته؟ نه یادتون نیست. بهترین فیلمتون کدوم شما فکر میکنی؟ من از خانم خدمت شما، این همه این فیلم ها رو من زحمت کشیدم میذارم در اختیار مردم، مردم رو روش فکر کنم، ولی من یه چند تا فیلمه که بازی کردم مثبت بوده دیدم که مردم بیشتر علاقه مندن. اونا بعد انقلاب بوده؟ بعد انقلاب هم بوده، جلوتر انقلاب هم بوده. مثبتتون چی بوده؟ با کی بوده؟ بعد انقلاب فیلم همین دادا بوده، چند تا بوده دیگه، مال آسی بوده، یه چند تا فیلم بوده که الان فیلم ها تا شما نگه من یادم نمیاد. آقای رفیع اگه برگردیم به گذشته، مثلا همون چند سالگی وارد سینما شدین؟ حدوداً فرمودین بله 43 که آقای فاضل ما رو بود. چند سالتون بود؟ 22 سه سال هم بودی. خب برگردیم 22 سال عقب. خب برگردیم 22 سال عقبی که زمانی که آقای رضا فاضلی، حالا به هر طرز، شما وارد سینما شدین، دوباره همون جوانی هستی که همون کار آهنگری میکنی، از به پیشنهاد بدن باز میای سینما با وضع که الان پیشنهاد دادن دیگه الان 15-16 سال کار نمیکنم. نه دوست داشتم ببینم که مثلا دوست داشتی باز هنر پیشه بشی یا نه با این که مردم انقدر دوستت دارن. نه اگر مثلا مثل قدیمی یا تیپای مثل قدیمی ها باشن مسئله نیست، باشن همکاری میکنم، ولی الان چجوری بگم همه به تیپ من نمیخورن. بله به تیپ من نمیخورن. درست. همشون باسوادن، بازو کنن، ولی به تیپ من نمیخورن. درست. بچه سالان و فلانن اینا به تیپ من نمیخورن. بله دیگه شما یک جورای خاطره مردم هستید، وقتی شما رو میبینن مردم یاد فردین میفتن، وقتی شما رو میبینن یاد ایرج قادری میفتن، وقتی شما رو میبینن یاد ناصر میفتن، یاد بهروز میفتن. شما یادآور یک دنیا خاطره برای مردم هستید. آقای رفیع، ماندگاری در سینما رو به قول شما مردم تعیین میکنن. همینطوره. الان برخورد مردم تو خیابون با شما چجوری؟ از کلم خدمتون جلوتر مردم منو میبینن میان همه حرفا رو میزنن، فیلم های شما عتیقه شده، شما یادگار آقای فردین، یادگار ایرج قادری هستین، یادگار بهروز، اینا میزین این حرفا رو میزنن، فقط دلخوشی من این هاست. بله دیگه غیر از اون چیزی نیست که. تو سینما به هدف خودتون رسیدین شما؟ نه نرسیدین. رسیدم. حالا سوال بعدی رو میخوام بپرسم، مرگ یک هنرمند چه روزی؟ البته هنرمند تو برنامه های قبلی هم من اعلام کردم که هنرمند مرگ نداره، تولد داره، چرا که یه بار به دنیا میاد، هزار بار سر صحنه از دنیا میره، حالا یا با تیر میزنن یا با مش میزنن از دنیا میره. هنرمند مرگ نداره، فقط تولد داره. بله. مرگ یک هنرمند چه روزیه؟ مرگ هنرمند عین ماهی میمونه، عذاب بگیرن مرده، هنرمندم کارش ازش بگیرن مرده. زنده. و بهتونم ثابت شده هنرمندهای ما چه شکلی مرده. بله. روحشون شاد، یادشون بخیر. بله کسانی که تا دیروز بین ما بودن و برای این فرهنگ این کشور خدمت کردن، یادشون خاطره شده، زندگیشون خاطره شده، تمام کاراشون برای مردم خاطره شده، روحشون شاد، یادشون گرامی. میریم یکی دیگه از کارهای آقای رفیع رو میبینیم، برمیگردیم. بازم که بعد از انقلاب بازی کردین چی؟ همین دادا بود. بله دادا بود. کارگردانی آقای ایرج قادری بود که بله. بازم فردین بازی میکرد، ایرج قادری بازی میکرد، سعیدرات بازی میکرد، همه بازی میکردن دیگه. نه اون دادا بود. عذرخواهی میکنم دادا، اون برزخی بله. ها بود. برزخی ها قرار بود من بازی کنم، یه نقش مأمور بازی کنم تو زندان. بله. بعد فیلم زیاد شد، اونا رو در آورده بودن،
که زندانی ها فرار میکنن که برن از در بیرون، من اونجا کشته میشم. اسمم بود ولی خودم اصلا تصویری از من نبود. تو دادا؟ بله. نه دادا نبود، و همه فیلم چیزی که فرمودیم برزخی. برزخی بله. تو دادا نقشتون، دادام ساخته ایرج بله. قادری بود؟ من با ایرج قادری مثبت بازی میکردم باش بله. که من ایرج قادری میزنه به کو با ظلم و با خان و خانبازی میجنگی. درست. و از به میره. پس بعد از انقلاب اولین فیلم شما همین دادا؟ بله دادا. خب ادامه دادین؟ بله ادامه دادم. هفت گذرگاه با اون و مدرس و مالای خسرو مسعود و لطفا اسم ببرین از بله. فیلمایی که کار کردین بله. اینا بودن که با اینا کار کردم. جمشید حیدری بود که هفت گذرگاه رو ساخت و بله. بازم نقشتون منفی بود تو این فیلم ها؟ نه مثبت بود. من یه مرزنشین بودم. تو کدوم فیلم؟ هفت گذرگاه. هفت گذرگاه مرزنشین بودم. تو مرز من میشناختم ماموران اونور اینور که راحت میرفتم میمدم. باستان یلینا میگه من یه دوست دارم تو مرزه، اون ما رو از مرز رد میکنه. اینا میان تو خونه من اینا رو از مرز رد میکنم. تو موقعی که از مرز رد میکنم لو میره، جنگ جدال از اونجا شروع میشه. درسته بله. من مثبت بودم. نقشت مثبت. بعد فیلم بعدی؟ فیلم بعدی هم همین مدرس و دلباخته و نقش پدر فرباز عربنیان رو کار میکردم. به حساب زمان رضاشاست از زمین ها کشاورزی ها ما میان ری بکشن قطار و فلان، من جلوشون رو میگیرم بعد همه رو میبندم به رگبار. من این بچه رو که چیز بشه میزنم زیر بغل نجات بدین. نه فرباز عربنیان بشه بچه من رو بازی میکنه، میزنم زیر بغل رو در میرم. درست. بعد میام بچه رو میذارم تو خونه، توفنگ بر میذارم اسبم سوار میشم میرم تو پاسگاه ژاندارمری. هر چه مامور ژاندارمری رو میکشم و در میرم، از پنجره میپرم در میرم. بعد یه نفر به حساب میونه ما جاسوسه، اون تعقیب میکنم منو تو توی چیز باطلاق از پشت نیزارم با تیر میزنه، من میافتم اون تو. بعد از انقلاب شما تو کاراتون بازم کسی دیگه جای شما صحبت میکرد یا خودتون صحبت؟ نه یه چند تایی بود که خودم خودتون صحبت کردین. ببینید ما آذری زبان هستیم دیگه. بلد. من الان هر کاری بکنم آذری زبان هستم، اشارتم برمیگرده به شما. ممیتون که اهل باکو این تأثیر داشت تو سینما یا اینکه؟ بله تأثیر داشت. تأثیرش این بود بله. تأثیرش این بود. ببینید آقای ناظم علی دکتر یه ستاره است دیگه، محبوب و مردمه. ایشون هم صدای ضعیفه. کسی دیگه صحبت می‌کرد؟ کسی دیگه صحبت کرد. ایرج قادری کسی دیگه سرجان همه اینا جاش صحبت می‌کردن دوبلورا. صداشون اون. ولی بعد انقلاب صداها با هم نیستن. درست. فیلم بالا پایین میشه. توجه کرده یهو میفته. درست. صدا من قوی است، صدای مقابل من داره باز میکنه ضعیفه، به هم نمیخوره، فیلم افت پیدا میکنه. ولی دوبلورا که فیلم میبینن دقیق درست صحبت میکنن. درست. که فیلم بالاخره به نوایی میرسه. درست. تماشاچی خوشش بیاد. بس تاثیرگذار بود. تاثیرش همین بوده. یعنی اگر الان شما رو دعوت کنن، به قول خودتون چند سال دیگه تو سینما کار نمیکنید، اگر الان دعوت کنن شما کار نمیکنین به خاطر همین صدا؟ من نه، به خاطر صدا. بعد صدا سرزنه کار کردم، یه چند تایی پنشیشتایی کار سرزنه. کردم توضیح کردی خودم دیگه زده شدم، آدم نمیخورم با آدم. درست. فرق میکنه. مثلا آقای گودرزی که سریال هایی که بازه میکنه بیاد مقابل منو بازه کنه که به من نمیخوره دیگه. درست. تماشا چه اصلا به منم فوش میده با نه تماشاشی که دوست دارم شما رو، به هر شرایطی شما رو دوست دارم. باز دوست دارم بریم یکی از کارهای زیبای شما رو ببینیم، برگردیم باز. متشکرم، خواهش میکنم. چند لحظه ای رو باز در خدمت خستت کردیم امروز. زنده بشه، اختیار دادی. خب دیدیم و برگشتیم. هر چقدر که میریم جلوتر جناب آقای رفیع انقدر با اون لهجه شیرین باکویی دیگه آذری ما آذری هستیم، سیر نمیشیم، لذت میبریم.
جناب آقای رفی، وقتی وارد سینما شدی، الان میدونید که من هر موقع سوال میکنن میگم که این جوانان ما که میخوان بیان سینما، میگم خواهشن اگر امکان داره، اول از اینکه اگر این کاره هستی بیا سینما. خب اگر خستگی ها اون سختی های سینما رو تحمل داری بیا سینما. سینما چون به قول خود خیلی بیرحمه. اگر نه برو دنبال شغل خودت، ببین چه شغلی به تیپت میخوره، به کارت میخوره، به زندگیت میخوره، دنبال شغل خودت، خودت خسته نکن. بعد همیشه هم توصیه کردم، البته من قابل نیستم که بخوام نصیحت کنم، زنده بشه، سعی کنید سینما شغل دوم شما باشه. شما از آهنگری وقتی اومدین به سینما، آهنگری رو چیکار کردی؟ گذاشتی کنار یا به کل رفتم؟ دیگه اینقدر پرکار بودم، درست، به کل گذاشتم کنار. به کل بود معنی دیگه بعد فقط دیگه... یه شغل انتخاب کردی، اونم سینما. این بود دیگه، اصلا وقت نداشتم که من طول این سینما که اومدم همش گرفتار سینما بودم، اصلا وقت نداشتم برم به کار. بله، وقتی نداشتم که به اون برسم. اینجوری بود که کار آهنگرمو ول کردم. شاگردای من کارخونه دارن و دریاچه ماهی دارن، شغل دیگه دارن، ولی نه من هیچ فقط هم سینما بوده. میخوام از اخلاق تر سینما بپرسم. ما هم بازیگرامون هم کارگردان، اصلا عواملی که جمع میشن یک کاری رو انجام میدن، اخلاقای خیلی خوبی دارن، تا من بدی ندیدم از هیچ کدومشون. اخلاق در سینما چه تأثیری داره؟ اخلاق سینما حرف اول میزنه. آدم که بد اخلاق باشه، برخورد بده داشته باشه، تو سینما جا نداره. بله، شده بود مثلا در این بازی، خب تکرار میشه، کار شما خیلی سخت و چون منفی خب خیلی سخته. بله. تا اون که نقش چیزو بازی میکنه، مثبتو بازی میکنه، شده بود مثلا یهو عصبانی بشین کارو ول کنید، بگید نه من دیگه نیستم بابا میرم؟ نه اصلا این کارو من نکردم. بله. من سخت ترین کارا رو به من گفتن کردم، از ساختمون چیز من آبزون کردم پایین، بلوار کشاورز یه ساختمون بلندی هست، ایرج قادری از اینجا من رو اینجوری آبزون کرد پایین. فیلم چی بود؟ نمیدونم، یادم رفته به خدا. من به ایرج قادری 17-18 تا کار کردم. نابخش شده شب آخر فیلمش بود که باز کار کرد، بازم با هم. بله. من با اینا کار کردم. نه، باید اخلاق خوب داشته شد، بعد خورده بعد تو سینما بعد میمونه. بله، بس اخلاق در سینما خیلی مهمه. بله. بله، هیچ موقع شما از زبانی نشد. نه من، نه با این حال که خیلی عزم میخوام، ورزشکار بودم، خب گلدار بودم، ولی نه ورزشکار که خب شما اخلاق ورزشی هم داشتی، اطمینان بیشتر داشتن همه، چه خانم ها چه آقای. از همه صحبت کردیم، میخوام بگم با البته الان شما گفتین که 15-16 تا با فردین کار کردم، 15-16 تا با ایرج قادری کار کردم. نه. خب خیلی کم پیش میاد یه همچین کاری که مثلا یه هنر پیشه اینقدر مثلا با ستاره ها بازی کنه، خیلی کم پیش میاد. با کدوم از کارگردان ها کار کردی؟ از کدومش خیلی راضی هستی الان؟ آقای صفایی بوده، رضا صفایی، آقای امیر شهروان بوده، بعد آقای سیامک یاسمون بوده، من گنج و قارون و قهرمان ها و شمس و بلون و به اون کار کردم. بسیار آدم های خوبی بودن و فیلم هایی هم که سینما مولانش اخوان ها تهیه کننده آدم های خودم، خدا بیام روز اینا رو میرساقی هم میدون. من باید نه کار کردم با همشون، کار با بیشتر کارگردان های ایران کار کردم. بله، با بیشتر نیست کار کردم. یاد کنیم از چند تا از ستاره ها. بله. خیلی اسمشون رو بردیم، یاد کنیم با کدوم ستاره ها کار کردیم اگه میشه، تا اونجایی که یادته بشماریم بریم جلو. ببینید از اول شروع کنم. بله. آقای فردین، آقای بهروز، ایرج قادری، سعید راد، ناصر ملک‌مطیع، بهمن مفید، با وحدت یه دونه کار کردم. بله. با همه اینا کار کردم، با منوچهر کار کردم، با سعید کامل قدیمیه. بله. کار کردم، فکر کنم فوت کرده، خدا بیام خدا بیاموزه روش، فیلم به اسم فیلم گردن کلا اون گردن کلا بود. بله. شما که ورزشکار بودید، کشتی کش که تو ایران آزاد بود اون موقع دیگه. بله. چند نفری آزاد بودن کار میکردن؟ بله. رضا بیکمان وردی و مثل. بله. فیروز و اینجا با اون
اونجا شکل نبود، به اون شکل نبود. فیلم های کشت چسب که ایران اومد، بچه ها اومدن از رو اون فیلم طراحی کردن. درست. ما خود ساخته ایم. بله. کلاسی ندیدیم برای این کار. خود ساخته فرضیه بدنمون بود و خودمون تو فیلم ها دیدیم چجوری جوپا میزنن، چجوری قیچی میزنن، چجوری چیکار میکنن، همه اونا رو ما از فیلم ها یادم. خود بهروز چیز یادی خود بیامرز فیروز اینا با حسن رضایی ما با هم کار میکردیم. با هم بودیم. بله با هم کار میکردیم. اون موقع با هم کار میکردین چهره بودی، شناخته شده بودی یا که نه؟ نه اون موقع چهره نبود. چهره نبود. بله. بس قبل از بازی. بله. پیش از اون ما هم فیلم ها میدیدیم اومد باش. اونا هیچ کدومشون چهره نشده بودن مثلا بیگ. نه من حتی بیگ تو باشگاه تاج میدون فردوسی دیدم. بله. زیبایی کار میکرد موقع هم که یه شلوانی میشد زیبایی کار که بلند میشد یه همچین حالت دایی میکرد ادای سینما رو در میابود. بعد اون اول فیلمش هم دیدی که یه پلان کوچولو بود پشت سر آرمان ظاهر شد تو اون فیلمه. درسته. بله. ببین همه جای دنیا مثلا اونایی که نقش منفی دارن مثل شما خب، همه جای دنیا برای خودشون بدل دارن، شما برای خودتون بدل نداشتین. تمام بدل کسی هم بودیم مثلا. از پشت بوم بپر و بپر بالا همینه. بله درست. بدل نداشتین برای خودتون. نه خیلی نماجه بدل داشت. یه بدلکار از خارج اومد دیدی که تو انقلاب مرد. بله. اگه وارد بود نمی مرد که. درسته. آقای چیز من عبدی، پیمان عبدی. بله. هم تو آلمان کار میکرد. بله. چی بود سریالشون؟ آره هشدار برای کبرا 11 رو 20 سال اونجا بدل. بله. ولی اومد ایران و بله. چرا اونجا نمرد اومد اینجا مرد؟ دلیل داره دیگه. بله. تمام وسایلشون درسته برای هر کاری. بله. برای بدل کاری، برای هر کار وسایلش داره. اینجا نداشت که مرد. بله. من یه فیلم بازی می‌کردم تو یه ده بود که 3-4 تا ده مال اکبر صادقی بود کارگردان. بله. 3-4 تا ده منو میدیدن درها رو میبستن چون ظلم میکردم و اذیت میکردم اینا، درها رو میبستن پنجره رو نوستم من میمدم تو خیابون. بعد نزدیکی های انقلاب شد و اومدن که مثلا منو بگیرن و تو وسط اونده یه درخت بزرگ بود از خود درخت منو آبزون کنن همه ببینن. تناب گیر نبردن منو آبزون کنن. بعد محمود دینه بله بعد محمود دینه گفت که اینا از این در بالا آبزون کن پایین، من از اینجا با اسلحه بزنم خون بپاچه تو لنز. درست. خون پاچه تو لنز، مغز به حساب منفجر شد پاچه تو لنز، ارشاد ایراد گرفت اون تکر نزخش نزخش کرد. وسایل باشه امکانات نبودم ما نداشتیم. رو شیشه می رفتیم، رو سنگ می رفتیم. من کوه جارجورو دا فیلم سرسام مال ساموئل خاکچیان، ساموئل خاکچیان از اون بالا نوک کو تا اسفالت تخت 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 اومدم پایین. راه داره هر کار مش خوردن مش زدن راه داره. یه نفری رفتن آوردن من چا وسوق زد دندونش برای تو زدن هم راه داره. ما فاصله میزنیم فقط بادش تو صورت بخواه حس بکنه افه بده. درسته. بله. کم کم اشاره میکنن که به پایان برنامه رسیدیم. من یه روز اگه یادتون باشه تماس گرفتم منزلتون. خواهش میکنم. ناگفته نماند که همسر مهربان جناب آقای رفیع الان در مکه تشریف دارن برای زیارت خانه خدا رفتن. یه روز تماس گرفتم تلفن رو جواب دادن گفتن آقای رفیع برای خیلی حرف برای گفتن داره، اگر خواستین بیان یه روز جلوتر بگین که منم باشم که یه موقع آقای رفیع یاد سب یاداوری کنم. متشکر. امروز جای اونم خالی میکنیم ایشالله که هر جا هستن سلامت باشن به متشکر. سلامتی برگردن قسمت همه این عزیزایی که اینجا هستن بشه که هممون با هم بریم. متشکرم ایشالله. آره. ما چون ایشالله. مسلمونیم اعتقاد داریم. الان شما فرمودین که من شغل آهنگری رو به خاطر سینما، منم از سینما به عنوان یک سینمای بیرحم اینجا گفتم و بارها هم گفتم سینما خیلی بیرحمه، شغل آهنگریتون رو گذاشتین کنار. بله. به خاطر سینما، به خاطر این مردم عزیز که واقعا به قول خودتون به خاطر این ماندگار شدین تو سینما که
تو خیابون میبینن آقای رفیعی امضا بده آقای رفیعی. من دیدم ها اینا رو بارها با شما دیدم، مثلا با آقای رفیعی 10 دقیقه میخوایم بریم یه جا میشه 2 ساعت، چون تو خیابون هی جلوشو میگیرن آقا این عکس با جدیدن که موبایل اومده دیگه همه جا دوربین دست مردم. خب شغل دوم ندارین شما الان، زندگی چی کار میکنید الان؟ ما از اول به کمبودان عادت کردیم. قانه هستیم. بله قانه هستیم. یه بازنشستگی دارم. بله. یه مبلغ کوچیکم پیشکسوتی. پیشکسوتی. بله. غیر از این درآمد دیگه ندارم. با همونم سر میکنم. خودم هم شکر میکنم. زنده و سلامت باشین. مهم اینه که سلامت باشین. تشکر. در کنار خانواده ای که سالم و سلامت زندگی باشین. متشکرم ازت. خب دیگه نمیخوایم بازی کنین. خداحافظی کردی از سینما؟ بله. به کل خداحافظی کردی. 15 سال نمیشه. خب میخواستم بگم چه تقاضایی از مسئولین دارین؟ مسئولین مربوطه مربوط مثلا مثل خانه سینما، مثل خانه پیشکسوتان، مثل اینا. حالا ما به تقاضای مردم اومدیم خدمت شما. مردم خواستن که ما اومدیم خدمت شما. شما هیچ تقاضایی از مسئولین مربوطه مربوط به خانه سینما، به خانه پیشکسوتان اگه دارین بفرمایید جلوی دوربین. من تقاضام از وزیر ارشاد اینه که چون بیشتر این کار من گذشته است به اون رژیم مربوط میشه، ولی بعد این انقلاب 16 تا کار کردن و تقاضم اینه به بچه های سینما حتی دورور دوربین، این بچه های که آتلی و سپه ها و نمیدونم اینجوری برق و این را کار دارن، اینا رو میکشن و آتیش میگیرن و میسوزن و زحمت میکشن، حتی یه نظری هم به اینا بکنن. من از وزیر فقط اینه میخوام ازش تشکر میکنم. ممنونم از این وزیر. خب جناب آقای رفیع، ما قرار بود یه خاطره شیرین برای ما تعریف کنید. هر خاطره‌ای که شما تعریف کنید چه تلخ باشه چه شیرین، برای این مردم واقعا شیرینه. انشالله به زودی هم، البته من این قول رو چند وقت دادم ولی فرصت نشده، قرار یک کتابی چاپ کنم، خاطرات شیرین هنرمندان. یه خاطره برای بیننده های ما تعریف کنید. من این خاطرم اینه که همه این کارم بالاخره با یه خاطره تموم میشه، ولی همین آقای عزیز رفیعی رفت مرزن آباد برای فیلم مرداری، ایلوش بود، خلاقا بود، گلو بیامون ایشون همه فیلم مردار بود، همه کارگردانه میکرد. دوتا کو این شکلی بود. گفت من میرم این پایین تو رودخونه، از اینجا من فیلم میگرم، شما از اون بالا بپرین. من از این خواهش کردم جهات عوض کن، من بپرم بر میگردم رو دوربین اذیت میشه. گفت میترسی بپری؟ یکی از بچه ها گفت آقا من میپرم. گفتم پرید برگشت رو دوربین که نگاه میکنه لنزه چیه، رفت و چشش اینجا شکست، خون زد بیرون. من ناراحت شدم، گفتم برای همین گفتم آقای عزیز رفیعی روحش شاد، آدم خوبی بوده، انشالله پسرت هم اونور موفق بشه. انشالله یه روح شاد یادش گرفت. سال تجربه. من وقتی آلبوم شما رو ورق میزدم، البته من این تکراری این جمله من، وقتی آلبومتون رو داشتم ورق میزدم شما یک دونه موی سفید تو سر نداشتید. الان تمام این موی سفید شما برای مردم عزیز هزاران هزار خاطره است و تجربه. دوست دارم یه جمله بگین از خودتون، این برنامه کوچه خاطره ها جذاب بشه. حالا هر چی دوست داری بگو. والا برنامه شما رو تو خاطره من میبینم بسیار برنامه خوبیه، هر کی هم من دیدم به خوبی یاد کردن، دوست دارن و هنرمنداشون رو میبینن، اونا که نیستن هستن به یادشون میافته. بالاخره یه برنامه قشنگیه که ملت دوست دارن. من خودم دوست دارم. من از شما و تمام کسانی که برای این کار قدم برمیدارن تشکر میکنم، علال خصوص از شما و از فیلم ندارد آقای سالی. خب حرف آخر چیه؟ دوست دارم جلوی دوربین فکر کن شما این دوربین مردم هستن. حرف دلتو بزن، این برنامه ما بدون سانسوره. حرف دلم اینه که آرزو میکنم
همه ملت خوشحال بشن، زندگی خوبی داشته باشن، این برنامه هاری که میبینن یاد قدمی ها بیفتن. من همین حرفم اینه دیگه، حرفای دیگه ندارم، که فقط آرزوم اینه که سلامت بشید، زنده باشید، خداحافظی میکنید، خداحافظی کن همه شما رو، همه بیننده ها رو، همه قدمی ها رو، جدیده رو میبوسم. انشالله تو کارشون موفق باشن. تشکر میکنم از شما ها که تا حالا منو تحمل کرد. باعث افتخار ما هستید. خداحافظ، قربون همتون، زنده باشین. بله عزیزان، به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. امروز هم یکی دیگه از پیشکسوتان یک ساعتی مهمان منازل شما. یه پرونده دیگه اینجا بسته میشه. ما آرزوی سلامتی داریم برای آقای رفی، برای خانواده آقای رفی، برای کلیه کسانی که تو این پروژه فرقی نمیکنه، از اون نوه کوچیکش که فرزند گلش، همه ما رو یاری کردن تا این برنامه، این تصویر به منزل شما برسه. جا داره باز اینجا من تشکر کنم از مدیر لایق شبکه خاطره جناب آقای بهمن دشتی زاده، کلیه اون کسانی که برای شبکه خاطره دارن زحمت میکشن، بچه های کوچه خاطره ها، گروه کوچه خاطره زحمت میکشن یه تصویر خوب به منزل شما بیاد. همه شما رو تا برنامه آینده، تا هفته بعد به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدار شما باشه. ممنون از اینکه وقت شما رو دادید. خسته نباشید.